مجید قدوسی یکی از چهره‌های کمتر شناخته شده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است. وی یکی از مهره‌های زندان اوین بود که در شکنجه و کشتار دهه سیاه 60 شرکت مستقیم داشت. مجید قدوسی هیچ ارتباطی با علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ندارد. در برخی از منابع او را پسر علی قدوسی ذکر کردند، در حالی که علی قدوسی تنها دو پسر به نام محمد حسن متولد 1336 داشت که در سال 59 در جبهه جنگ کشته شد. پسر دوم او به نام محمد حسین متولد 1340 است. مجید قدوسی در جریان کشتار 67 از آنجایی که مسئول اجرای احکام اوین بود، دار زدن زندانیان سیاسی در اوین به عهده او گذاشته شده بود. گروه ضربت اوین و پاسداران تحت نظارت او به اجرای احکام صادر از سوی هیئت کشتار می پرداختند. آنها در طول روز به بازی پینگ پونگ مشغول بودند و در ایام فراغت ابتدا به پارکینگ مقابل ساختمان دادستانی و سپس در زیرزمین 209 طناب به گردن زندانیان می انداختند. پس از کشتار 67 در پاسخ به یکی از زندانیان سابق که از وی در مورد سرنوشت اسماعیل موسایی که در جریان این کشتار به دار آویخته شد پرسجو می کند می گوید در این موضوع دخالت نکن چون برایت بد خواهد شد. موسایی در ارتباط با پیکار دستگیر و به 8 سال زندان محکوم شده بود. مجید قدوسی متولد سال 1337 و نام اصلی وی مجید ملا جعفر است. وی در محله سراسیاب دولاب تهران بزرگ شد و به همراه تعدادی از افراد این محله توسط محمد کچویی رئیس سابق زندان اوین به استخدام دادستانی انقلاب و زندان اوین درآمد. وی نقش ویژه‌ای در سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی بازی کرد. پیش از کچویی اکبر صالحی که دارای لبنیاتی در میدان خراسان بود رئیس زندان قصر و اوین بود. به این ترتیب باز هم ارتباط این محله با اوین و قصر نمایان می‌گردد. اصولا از ابتدای تأسیس حکومت جدید افراد این محله و به ویژه کمیته منطقه دهه علم‌الهدا و مسجد لورزاده نقش مهمی در سرکوب حمله به گروه‌ها و اجتماعات سیاسی داشتند. اکثر این افراد از مناطق سراسیاب دولاب در جنوب شرقی تهران و منطقه میدان خراسان و اطراف آن بودند. گفته می شود پس از انقلاب 57 وقتی مشغول بازی فوتبال بودند، بچه های کمیته محله به آنها رجوع کرده و پیشنهاد می کنند برای شرکت در جوخه اعدام وابستگان رژیم سلطنتی که همان شب قرار بود اعدام شوند، به همراه آنها به زندان بروند. مجید مولا جعفر معروف به مجید قدوسی یکی از افراد بود که برای شرکت در جوخه اعدام اعلام آمادگی کرد و بدین ترتیب پایش به زندان قصر باز شد و همانجا ماندگار شد. او به عنوان یک پاسدار ساده در جریان محاکمه کمالی یکی از شکنجهگران سواک در سال 58 در دادگاه انقلاب شرکت داشت و تلویزیون چهره اش را نشان داد. آن موقع هنوز مسئولیتی در دادستانی نداشت. قدوسی در سیاه‌ترین روزهای حاکمیت صادق خلخالی بر دادگاه انقلاب پاسدار و محافظ وی بود. مجید بارها در جهاد اوین برای زندانیان نحوه محاکمه و اعدام هویدا را تعریف کرده بود. او با لهجه ترکی ادای خلخالی را که پس از اعدام هویدا از دادگاه با خوشحالی بیرون آمده بود در می‌آورد و می‌گفت بالاخره موفق شدم. بالاخره موفق شدم. تا مدت ها این عبارت تکیه کلام زندانیان جهاد اوین بود. وی در زندان غالبا کفش کتانی چینی و اوورکوت به تن داشت و تسبیحی را در دست میچرخاند و شدیداً سیگاری بود. اما از ترس لاجوردی که ضد سیگار بود مانند دیگر پاسداران اوین پنهانی سیگار میکشید. مجید قدوسی در سال 1359 به خاطر سابقه که در اوین داشت به ریاست بخش 325 و 311 قدیم که از سلول‌های انفرادی تشکیل شده بود گمارده شد. زندانیان سیاسی آن دوران اوین همچون محمد رضا سعادتی، تقی شهرام، سعید سلطانپور، محسن فاضل در این محل نگهداری می‌شدند. پس از راه اندازی ساختمان آموزشگاه اوین در پاییز سال 1360 او به همراه قاسم کبیری مسئولیت این ساختمان را که یکی از اصلی ترین بخش های اوین بود به عهده گرفت. قدوسی پس از مدتی به مقام دادیاری رسید و پیش از آن که به سفر حج برود حاج مجید خوانده شد و مسئولیت اخذ مصاحبه از زندانیانی که قصد آزادیشان را داشتند به عهده گرفت.
او رعایت کوچکترین اصول اخلاقی را هم نمی‌کرد و حتی توابین و کسانی که در جهاد و کارگاه اوین کار می‌کردند نیز از زخم زبان‌ها و متلک‌های وی در امان نبودند. قدوسی شدیداً مورد علاقه محمدی گیلانی هم بود و پس از کشته شدن تعدادی از پاسداران و به ویژه تیر خلاص‌زن‌های اوین در جبهه مدعی بود بنابر فتوای گیلانی اجازه رفتن به جبهه را ندارد، چرا که گیلانی حضور وی در اوین را مهمتر از رفتن به جبهه و شهادت تشخیص داده بود. در دو دهه گذشته فضای ورزشی حرفه‌ای کشور به ویژه فوتبال بسیار آلوده به عوامل امنیتی و اطلاعاتی شده است. حتی فرستادن افرادی برای قتل فریدون فرخزاد از میان کشتیگیران بوده است. مجید قدوسی که در زمین‌های فوتبال شوخی‌هایش هم به نوعی جنسی بود، سال‌ها بعد یکی از مشتریان پروپا قرص سنای زعفرانیه شد. این سنا یکی از محل‌های عیش و فساد بازجوها و شکنجهگران و نیروهای امنیتی و قضایی و همچنین محل قرار و مدار فوتبالیست‌ها و مدیران ورزشی بود. توطئه‌ها و زد و بندهای ورزشی و عقد بسیاری از قراردادها نیز آنجا شکل گرفت. قدوسی در پست دادیاری از قدرت زیادی برخوردار بود و چنان چه اراده می‌کرد می‌توانست افراد را از اعدام نجات دهد. در سال 63 با پیگیری پرونده یکی از زندانیان و شرکت در دادگاه تجدید نظر در شرایطی که نمایندگان آیت الله منتظری به زندان آمده بودند، او را از مرگ نجات داد و زمینه آزادیش را فراهم کرد، در حالی که در دو دادگاه قبلی او به اعدام محکوم شده بود. در واقع حتی بی‌رحم‌ترین بازجویان و شکنجهگران و یا مسئولان اوین نیز گاه دیده می‌شد که به دلایل گوناگون به حمایت از یک زندانی می‌پرداختند و در حق او محبت می‌کردند. مجید قدوسی نیز از این قاعده مستثنا نبود و در طول سال‌های خدمتش در اوین اقداماتی از این دست هم داشت. او از آنجایی که خود فوتبالیست بود، مخالف اعدام حبیب خبیری، بازیکن تیم ملی ایران و باشگاه هما بود و حکم او را معلق نگه داشته بود. هنگامی که در شهریور 63 وی در سفر حج به سر می برد، حبیب را اعدام کردند. مجید پس از بازگشت از سفر حج شدیداً از این موضوع ناراحت بود و ادعا می کرد عده‌ای مغرض در دادستانی هستند که از موقعیت سوء استفاده کرده و پرونده حبیب را به جریان انداخته و او را اعدام کردند. در اسناد انتشار یافته تاریخ اعدام حبیب خبیری 31 خرداد 63 آمده است، اما مجید قدوسی مدعی بود اعدام وی در زمانی صورت گرفته که او در سفر حج بود. مهدی اربابی هم‌اکنون رئیس هیئت فوتبال شمیران است و مدت نیز سرپرست و مدیر تیم سعدآباد شمران بوده که امتیاز آن ابتدا به صدا و سیما و سپس در سال 1365 به سازمان گسترش صنایع واگذار شد. اربابی سرپرستی تیم فوتبال سایپا در دوران مربیگری علیدایی و مدیر عامل باشگاه پگاه گیلان بود. وی در سمت ریاست کمیته سعدآباد در سیاه‌ترین سال‌های رژیم جنایات زیادی از جمله مشارکت در حمله به پایگاه موسی خیابانی را بر عهده داشت. کمیته سعدآباد و اوین در آن سال‌ها روابط بسیار نزدیکی داشتند. مجید قدوسی با حفظ سمت در دادستانی انقلاب مدتی عهده‌دار مسئولیت کمیته برگزاری مسابقات فوتبال تهران شد. از همینجا بود که ارتباط مجید قدوسی با فوتبالیست‌ها برقرار گشت. گاه بازیکنان حزب‌اللهی مانند پنجلی، مایل کهن و غیره را به اوین هم می‌آورد. بازیکنانی چون ناصر نبوی دروازه‌بان بانک ملی و تیم ملی، همینطور شیرعلی روشن فوروارد بانک ملی در زمره پاسداران و گروه ضربت اوین بودند. پس از پایان جنگ نه تنها مجید قدوسی و اوینی‌ها که بسیاری از چهره‌های امنیتی به ورزش کشور راه یافتند. آنها علاوه بر در دست داشتن حراست تربیت بدنی و فدراسیون‌ها، ریاست آنها را نیز در دست گرفتند. در این دوران مجید قدوسی با بهزاد کتیرایی رئیس حراست تربیت بدنی که عاقبت سر از ریاست فدراسیون کاراته درآورد نزدیک بود. کتیرایی عضو شورای برون مرزی ورزش بود و در ارتباط با اعزام تیم‌های ورزشی و ورزشکاران تصمیم می‌گرفت. وی هم اکنون رئیس تربیت بدنی صدا و سیماست. قدوسی در سال 68 بعد از درگیری‌ها و تظاهرات‌هایی که در پی برگزاری مسابقات فوتبال به وجود آمد، برای کنترل هرچه بیشتر تماشاچیان و امنیتی کردن فضای فوتبال به ریاست استادیوم آزادی رسید.
همان موقع حمید کریمی یکی از شکنجهگران اوین بود. وی در عین حال مسئول استادیوم امجدیه شد. کریمی در زمان مذکور مسئولیت ورزش زندان اوین را نیز به عهده داشت. حمید کریمی مدتی نیز در سالهای اولیه دهه 60 معاونت مجید قدوسی در آموزشگاه اوین را به عهده داشت. در تغییر و تحولاتی که در سالهای بعد از کشتار 67 در اوین و دادستانی انقلاب صورت گرفت، مجید قدوسی از حلقه قدرت کنار گذاشته شد و نفوذ سابق را نداشت. پس از انتخاب لاجوردی به ریاست سازمان زندانها، او از لاجوردی خواسته بود که ریاست زندان اوین یا گوهردشت را به او بسپارد. ظاهرا بین این دو درگیری پیش آمده و لاجوردی به وی سیلی زده بود. لاجوردی حاج رضا را به ریاست قزلحصار، پیشوا را به ریاست اوین و صبحی را به ریاست گوهردشت گمارد. زمانی که لاجوردی کشته شد، در مراسم تشییع و تدفین وی به جز حلقه هیئت مؤتلفه اسلامی تقریبا هیچ یک از پاسداران اوین، دادستانی، محافظان لاجوردی، بازجویان و شکنجهگران از جمله مجید قدوسی در مراسم شرکت نکرده بودند، چرا که در دعواهای جناحی رژیم یا با لاجوردی مشکل داشتند یا چون او در سال 77 از چشم ها افتاده و از ریاست سازمان زندان ها نیز برکنار شده بود، برای آنها نفعی نداشت که در مراسم او شرکت کنند. مجید قدوسی به دلیل کنار گذاشته شدن از حلقه قدرت به یک از مخالفان تبدیل گشت. یکی از زندانیانی که قدوسی را در سال 72 دیده بود میگفت به شدیداً به مسئولان رژیم حمله کرده و میگفت پس از 12 سال خدمت بی‌شائبه مزدم را دادند. او از بیوفایی و قدرناشناسی مسئولان رژیم مینالید. در واقع او دیگر مجید قبلی نبود و با فحش‌های رکیک از آنها و به ویژه جناح مؤتلفه و بازاری ها نام میبرد. یا حاج رضا که یکی از مسئولان اوین و جوخه های اعدام در دهه 60 بود و مدتی نیز ریاست قزلحصار را به عهده داشت، علناً به زندانیان آزاد شده در دهه 70 میگفت هم شما اشتباهی زندان بودید و هم ما اشتباهی زندانبان بودیم. موضع متفاوت این مهره های